شاید به مغازه های آکواریومی رفته باشین و رنگ و تنوع و زیبایی گیاه ها شما رو مجذوب خودشون کرده باشن، ولی همیشه یک دلهوره و استرابی ته دلتون هست که حالا اگه اینا رو خریدم چیکار بکنم. خیلی اوقات هم دوست دارین دلو میزنین به دریا و خیلی از گیاهانو میخرین، میایین خونه و نمیدونین باید چیکار بکنین باهاشون. اگر این سوال تو ذهنتون هست با من در ادامه این ویدیو همراه باشید. دوستان سلام، سلامی دوباره، حامی هستم از لندن، با گالری هست در خدمتون هستم با یه برنامه دیگه راجع به گیاهان آکواریومی. دوستان میخوام توی این ویدیوها راجع به شناخت و خرید و پرورش صحیح گیاهان آکواریومی براتون صحبت بکنم. طبق معمول نکات خیلی ریز و نهفته توی خرید و پرورش گیاهان هستش که اگر با من همراه باشین براتون توضیح میدم که چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم. قبل از اینکه بخوایم به نکات خیلی تخصصی راجع به پرورش گیاه‌ها بپردازیم، نکته اول خرید گیاه سالم هستش. گیاه سالم برگ‌های شادابی داره، ریشه‌های سفید و براقی داره و از خودش یک قدرت شادابی به شما انتقال میده که متوجه میشین که این گیاه سالم و آماده رشد توی محیط آکواریوم شما خواهد. باید بدونیم که فروشنده‌های گیاهان آکواریومی کار اصلیشون فروش ماهی هستش. پس مخصوصا تو این دوره‌ای که هستیم فروش گیاهان آکواریومی، مگر اینکه فروشگاه خیلی تخصصی برای گیاهان باشه، بیشتر بیسشون روی فروش ماهی هستش. به خاطر همین موضوع اونا محیط خیلی مناسبی برای پرورش رشد گیاهان و یا نگه داشتن اونا به طور موقت برای خودشون مهیا نمی کنن. به همین دلیل گیاهان از زمانی که از در واقع اون گلخونه وارد مغازه میشن، باید بدونین که در حال ادابت کردن خودشون، در حال تطبیق دادن خودشون از محیط قدیمی به محیط جدید هستن. خب امکان داره توی این دوره شما بیاین و اون گیاه رو خریداری بکنید و به محیط سوم که آکواریوم خود شماست واردشون بکنید. پس ببینین گیاهان توی سه تا محیط مختلف قرار گرفتن توی مدت زمان خیلی کوتاه و شما باید بدونین که گیاه وقتی که از یه محیط به محیط دیگه وارد میشه، اولین کاری که میکنه تمام انرژی خودش رو صرف میکنه که خودش رو با محیط جدید تطبیق بده. اجازه بدین برگردیم به طبیعت. خب دوستان برای اینکه موضوع رو بهتر متوجه بشین، من یک مثال خیلی ساده بر شما میزنم. باید بدونین که گیاهان توی طبیعت در واقع تطبیق میدن خودشون رو با فصول مختلف. بهتر بدونین که یه چیز هولوش بالای 90% گیاهانی که توی طبیعت هستن همشون قادر هستن که زیر آب هم رشد بکنن و اون دلیلش قدرت تطابق پذیری گیاهان هستش. خب وقتی که فصول بارانی اتفاق میفته و سیلاب ها راه میفتن روی رودخانه های موقت، گیاه ها خودشونو در واقع با شرایطی میبینن که به زیر آب فرو میرن. توی این مدت گیاه ها تمام انرژیشون رو که ذخیره کردن صرف تطابق خودشون و ادابت کردن خودشون با محیط زیر آب میکنن. حالا توی این مدت چه اتفاقی میفته؟ گیاه ها توی طبیعت شدینگ میکنن، در واقع برگاشون رو از دست میدن، در اصطلاح گیاهان آکواریومی ملتینگ میکنن. خب این به دلیل این هستش که داخل آب اکسیژن و CO2 خیلی کمتری وجود داره که گیاه بهش دسترسی داشته باشه. به همین دلیل ساقه هاش نازکتر میشه و تمام انرژی خودش رو بیشتر میگذاره به این که برگ هاش رو بزرگتر و نسبت به نوری که تو آکواریوم شما هستش امکان داره رنگ برگ هاش هم عوض بشه، مثلا از رنگ سبز به رنگ قرمز تبدیل شه. به این تصویر خوب دقت بکنید. گیاه روتالا رو وقتی شما میخرین و خارج از آب هستش، به صورت ایمرج هستش به انگلیسی، وقتی که شما میارین وارد آکواریومتون میکنین و داخل آبش میکنین، برگ‌های جدیدی رو که از خودش بروز میده رنگشون قرمز هستش و کاملا متفاوت هستن و هر چقدر نور شما قوی تر و طیف نوریش به رنگ قرمز متمایل باشه، رنگ برگ‌های این گیاه هم به رنگ قرمز متمایل میشه. نکته بعدی این هستش که ببینیم بچه ها، گیاهان وقتی که وارد آب میشن دیگه لازم نیست برگ ساقه های دیگر رو تحمل بکنن، یعنی ساقه اصلی اونها که وظیفش این هستش که وزن گیاه رو تحمل بکنه خیلی نازکتر، شکننده‌تر، ظریف‌تر میشه و در عوض تمام انرژی خودش رو صرف
رشد برگ‌های بزرگتر می‌کنه. پس تعجب نکنین اگر یک گیاهی رو خریدین به شکل گلدونی و وارد آکواریومتون کردین کاملاً شکلش عوض شد. خب پس اجازه بدین برگردیم به بحث خریدمون. خب. شما وقتی که گیاه سالم رو خریدین و وارد آکواریومتون کردین، اولین نکته‌ای که باید دقت بکنین که شرایط شیمی آبتون، تمپرچر و درجه حرارت آب آکواریوم شما با اون درجه حرارت آب آکواریومی که ازش خریداری کردین باید خیلی شبیه باشه. برای این کار میتونین از مغازه‌دار سوال بکنین و حتما سعی بکنین که یک نمونه ای از آب در واقع اون آکواریومی که گیاه ازش میاد رو با خودتون بیارین و با کیت هایی که توی تصویر میبینین و اگر داشته باشین خیلی براتون خوبه، میتونین خواص شیمیایی آبی که این گیاه توش رشد پیدا کرده رو بسنجین و تا اونجایی که میتونین آب آکواریومتون با اون تنظیم بکنین. نکته بعدی که میخوام بهتون توصیه بکنم اینی که سعی کنین از مغازه‌دار زمان رسیدن بار جدید رو سوال بکنین و در اسرع وقت با رسیدن بار جدید اون رو خریداری بکنید. بچه‌ها همونجوری که براتون توضیح دادم تو ابتدای ویدیو، این که اگر گیاهان از گلخونه وارد آکواریوم جدید مغازه آکواریوم فروشی شده باشن در حال تطابق خودشون هستن، نشانه های درون گیاه هستش که شما به چشم اونها رو نمیبینید، ولی بعضی موقع امکان داره که گیاه از درون در حال مردن و از بین رفتن باشه، ولی وقتی گیاه آکواریومی هستش و توی آب هستش شما اینو متوجه نمیشین. وقتی به آکواریوم خودتون وارد میکنین گیاه نمیتونه دووم بیاره به خاطر اینکه شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشته. نکته بعدی و نکته که توی ویدیوهای قبلی شاید اشاره کرده باشم بهش اینه که تا اونجایی که میتونین تعداد زیاد گیاه بخرین. شما تا اونجایی که جا دارین و فضا دارین توی آکواریومتون باید گیاهان رو بکارین، به دلیل اینکه تیم گیاهانتون با تیم جلبک‌هاتون در حال مبارزه همیشگی هستن. دقت بکنین بچه‌ها، اگر شما در واقع تیم گیاهانتون رو، گروه گیاهانتون رو قوی‌تر بکنین، اونا به همدیگه کمک می‌کنن جذب آمونیاک و مواد معلق توی آب و مواد مغذی توی آب رو بیشتر می‌کنن، به کمک همدیگه همه رو جذب می‌کنن و در واقع شرایطی رو مهیا نمی‌کنن که جلبک‌ها بتونن رشد بکنن و در واقع. خب دوستان بهتره بگم به شما که گیاهان توی طبیعت در واقع دو دسته هستن، امرج و سابمرج. گیاهانی که خارج از آب هستن و گیاهانی که داخل آب هستن. گیاهانی که خارج از آب هستن گروه زیادی از گیاهان طبیعت هستن که اکثرشون میتونن زیر آب هم دووم بیارن و گیاهان سابمرج گیاهانی هستن که اصولا کلا زیر آب هستن و گیاهان آبزی هستن. ولی سناریا و تعداد زیادی از گونه بلکسیا اونها جز گیاهانی هستن که کلا زیر آب هستن و شما اگر اونها رو از آب خارج بکنید به سرعت از بین میرن. خب توی خرید شما و توی در واقع بخش اویلیبیلیتی و چیزی که در اختیار شما هستش توی مارکت و بازار گیاهان آکواریومی سه گونه گیاه هستش. یکی گیاهانی هستن که به صورت گلدانی شما میتونین خریداری بکنین که همون گیاهان امرج هستن، توی گلخونه، توی دقیقاً شرایط شبیه گیاهان معمولی آپارتمانی یا گیاهانی که ما هممون بیرون میبینیم اونها رو رشد میدن. گیاهانی که توی در واقع به صورت بانچ و دسته‌ای شما خریداری می‌کنین زیر آب رشد کردن و میتونن جزو گیاهان در واقع امرجی باشن، گیاهانی بودن که خارج از آب بودن و اونا رو زیر آب پرورش دادن و اونا توی یه مدت خیلی زیادی زیر آب رشد کردن و در واقع خودشون آداپت کردن. و گیاهان سوم گیاهانی هستن که بین این دو گونه هستن که تیشو کالچرا هستن که در ادامه ویدیو براتون توضیح میدم که چه گونه ای از این سه مدل بهتر از هم هستن. خب دسته اول گیاهانی که به صورت گلدونی هستن و توی فضای گلخونه ای رشدشون دادن، خوبیشون از همه در واقع سه گونه دیگه بهتر هستن و به این دلیل هستش که اونها به راحتی قابل انتقال هستن، آسیب خیلی کمی میبینن به دلیل اینکه ساقه های محکمی دارن، برگ های کوچکتری دارن، بسته بندیشون راحت تر هستش. همونطور که میتونید تصور بکنید گیاهی که زیر آب رشد کرده باشه و خیلی حساس و ظریف و شکننده هستش توی بسته بندی بیشترین آسیب رو میبینه توی نقل و انتقال و امکان داره که حتی یه ضربه کوچیک به راحتی ساقه اون رو بشکنه. نکته خوب بعدی این هستش که انرژی که ذخیره هستش توی گیاه برای اینکه خودش تطابق بده از فضای خارج از آب به داخل آب هنوز پتانسیل توی وجود گیاه هستش و این کار رو در
شروع آکواریوم شما میکنه. خب پس اگر مجبور شدین که گیاهی رو که زیر آب رشد کرده اوردی خریداری بکنین و به خونه بیارین، حتما شرایط شیمی آب رو همونجوری که گفتم بهش دقت بکنین، با فروشنده صحبت بکنین و بدونین که ازش سوال بکنین که چند وقت این گیاه حدودا توی مغازه بوده و سعی کنین که تا اونجایی که میتونین برگایی رو که از بین رفته و تقریبا شما میبینین که در حال فرسوده شدن هستش جدا بکنین و اجازه بدین که گیاه تمام انرژی رو صرف رشد برگ‌های جدید و ریشه هاش بکنه. آب رو به خوبی تعویض بکنید، به تمپرچر آب دقت بکنید که بیشتر رو به پایین و رو به سردی باشه. از ماهیایی که آسیب میزنن به گیاه حتما خودداری بکنید، اونا رو منتقل بکنید به آکواریوم دیگه ای تا گیاه بتونه آروم آروم خودش رو با شرایط جدید سازگار بکنه. نهایتا خرید گیاه و آوردنشون به خونه شما بسته به شانس شما هم داره. شما میتونید یه گیاه خیلی سالم گرفته باشین یا گیاهی که خیلی فرسوده شده باشه. ولی دسته سومی که میخوام برای شما توضیح بدم و شما کلن میتونید مطمئن با خیال راحت اونا رو خریداری بکنید، به آکواریوم بیارید و بدونید که 100% اونا رشد میکنن، گیاهان تیشو کالچر هستن. دوستان گیاهان تیشو کالچر هم که از اسمشون پیداست خیلی ظریف، حساس و کوچیک و جوان هستن. اگر ویدیوی درای استاد متد رو ندیدین لطفاً روی لینک بالا کلیک بکنید. من یک آکواریوم در واقع آخرین آکواریومی که راه انداختم کلاً از این نوع گیاه‌ها استفاده کردم، توی ویدیو میتونین ببینین و با خیال راحت اونا رو کاشتم با در واقع استارت خشک بدون آب گیاهان رو رشد دادم. الان یه چیزی هولوش فکر میکنم 2 ماه هستش حدوداً گیاه‌ها تو آکواریوم هستن و به خوبی رشد کردن و همونجوری که تو تصویر می‌بینید تمام آکواریوم رو کاور کردن. خب نکات خوب راجع به گیاهان تیشو کالچر چی هستش؟ اول از همه این که بسیار جوان هستن. گیاه جوان اینقدر انرژی داره و در واقع آماده هستش برای اینکه رشد بکنه و تو هر شرایطی که شما قرارش بدین به دلیل اینکه جوان هستش میتونه خودش رو با اون شرایط به خوبی تطبیق بده. نکته دوم فضایی هستش که این گیاه توش رشد کرده. اگه دقت بکنین یک پلاستیک روی در واقع روی کانتینر یا اون ظرفی هستش که گیاه درونش هستش و روش سوراخ‌های خیلی ریز هستش و شرایط گیاه داخل این محفظه دقیقاً مثل گلخونه میمونه. و با توجه به این که زیر گیاه و ریشه‌های گیاه توی دبقه میدیایی هستش، توی ژل یا محلولی هستش که سرشار از مواد مغذی هستش، به همین دلیل گیاه هیچ موقع گرسنگی نکشیده، خیلی از نظر نوری و درجه حرارتی بالا پایین نشده، به همین دلیل گیاه کاملا شرایط استیبل و پایداری داشته، آماده است برای اینکه تو به آکواریوم شما منتقل بشه. نکته بعدی این هستش این گیاه عاری از انگل، قارچ و حلزون و هیچ گونه جلبکی هستش. یعنی اینکه شما با خرید گیاه تیشو کالچر هیچ موجود جدید یا هیچ در واقع پاراسایت و انگلی رو وارد محیط آکواریوم جدیدتون نمی‌کنید و این کاملا استریل و امن هسته. و نکته آخری که باید دقت بکنید اینکه گیاه تیشو کالچر به نظر کوچیک میاد. شما هزینه خیلی زیادی رو برای یک ظرف خیلی کوچیک گیاه میدین و فکر میکنین که نمیصرفه، ولی من به شما میتونم گارانتی بکنم که وقتی این گیاه رو به طور مناسب با قیچی مناسب و با انبرهای مخصوص در واقع آکو اسکیپینگ اینها رو توی خاک بستر مناسب بکارین، به سرعت اینا بزرگ میشن و تقسیم درست این گیاه فضای خیلی زیادی رو میپوشونه. شما خیلی اوقات ممکنه تعجب بکنید و باید بدونین که این نهال‌های کوچیک و این قسمت‌های کوچیکی که شما جدا میکنین که توی آکواریومتون بکارین باید به یک فضای خالی اطراف خودشون داشته باشن برای رشد. پس شما باید بدونین که با خرید یک ظرف کوچیک از این گیاه میتونین کل آکواریومتون رو بپوشونید. خب با تمام حسنایی که تیشو کالچرها دارن به دلیل اینکه جوان هستن، شما دقیقاً باید مثل یک بچه نوزاد کوچک با اونا برخورد بکنید. یعنی به دقت اونا رو نگاه بکنید. اگر میخواید اونا رو بکارین باید حتما توی خاک مخصوص مغذی مناسب دارای دونه‌های ریز اونها رو بکارین و حتما توی مدتی که کاشتینشون حداقل تا 1 ماه اونا رو به دقت بررسی بکنید که ببینید دارن به خوبی رشد میکنن. خب دوستان همونجور که بهتون گفتم سعی کردم ویدیو رو کوتاه نگه دارم. در انتهای ویدیو میخوام براتون نکات رو خلاصه بکنم که بدونین چکیده این ویدیو رو براتون بگم. برای خرید گیاهتون این نکته رو رعایت کنین. اول اینکه گیاه کاملا سالم و شاداب و سبز باشه، ریشه های کاملا سفید، براق و عاری از هر گونه لکه های قهوه‌ای داشته باشه، عاری از جلبک باشه، نشانه ای از صدمه، سوراخ و فرسودگی روی برگ‌های گیاه وجود نداشته باشه. توی نور خیلی شدید نگاه بکنین اثری از ژل
یا تخم حلزون وجود نداشته باشه، حلزون‌های بسیار ریز توش وجود نداشته باشه. به کرم‌های سفید و ریز دقت بکنین بچه‌ها. دوستان به این تصویر خوب دقت بکنین، این پلاناریا هستش. پلاناریا قاتل اصلی میگوا هستش. این کرمی هستش که از بین بردنش خیلی سخته، یعنی هزینه بر خواهد بود. شما یک دو مدل دارو توی بازار وجود نداره که بخواید این کرمو از بین ببرید و علت اصلی ورودش تو آکواریم شما گیاهان هستش. یعنی در ادامه ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم که اگر گیاه جدید خریدین چجوری ضد عفونیشون بکنین، کجای آکواریوم بکارین، چه گیاهانی رو خریداری نکنین به عنوان گیاهان آکواریومی. چون خیلی از فروشنده ها گیاهانی که اصلا مال آکواریوم نیستن و به کل زیر آب نمیتونن رشد بکنن رو امکان داره به اشتباه به شما بفروشن. پس اینها رو دقت بکنیم. امیدوارم این ویدیو براتون کوتاه و مفید باشه. اگه دوست داشتین لطفاً سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، اون زنگوله کنارش رو فراموش نکنین بزنین. تو رو خدا سابسکرایب کنین، تو رو قرآن نه شوخی میکنم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین سالم و خوب و سر حال، مثبت و پر انرژی باشین. منتظر ویدیوهای بعدی من باشین. روز روزگار خوش.